به ادامه برنامه خوش آمدین و بخش ذهن است. مهدی آهین فعال اجتماعی امروز با ما در برنامه هستن و در رابطه با فواید اجتماعی بودن برای سلامتی ما، برای پیشرفت ما صحبت میکنن. مهدی جان خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام وسیله جان، خدمت خود تمام همکاران تکنیک و همچنان بیننده های عزیز صبح زندگی، صبح هم شما بخیر، امیدوارم جو صبرمند باشین. بسیار تشکر، سلامت باشین. خب امروز یک موضوع بسیار خوب را انتخاب کردیم. نیاز وجود همه ما انسانایی است که خصلت اجتماعی بودن باید داشته باشیم به خاطر پیشرفت. قبل از اینکه روی موضوع بریم، روی اجتماعی بودن بریم، اول خب در مورد نیازهای فردی یک انسان بر ما معلومات بتنی که نیازهای فردی ما در یک جامعه چیست؟ خب وسیله جان، یکی از جامعه شناسان به نام ابراهام ماسلو نیازهای انسان در یک کتگوری به پنج قسمت تقسیم کرده. اولین نیاز انسان عبارت از نیاز فیزیولوژیکی انسان می باشه، شامل خوراک، پوشاک، آب، هوا، اکسیژن و غیره. به خاطر که یک انسان بتونه رشد و تکامل داشته باشه، نیاز است یا ضرورت داره به این نیازها. و ضرورت دومش عبارت از نیاز امنیتی است. نیاز امنیتی را در دو بود بحث کرده، یکی به لحاظ فیزیکی و دیگه به لحاظ روحی و روانی. صحیح است که انسان به خوراک پوشاک نیاز داره، اما در پهلوی باید به لحاظ روانی هم نیاز به این داره که آسوده و آرام باشه، از ترس، استراب و استرس در امان باشه. و نیاز سوم انسان های عبارت از اجتماعی بودن انسان است که قرار است روی موضوع بحث بکنیم. این یک انسان موجود اجتماعی است، نمیتونه با تنهایی خود زندگی کنه و یک نیاز است که در اطراف یا در جامعه یا با گروهی از مردم زندگی بکنه. و همچنان نیاز چهارم انسان همچنان احترام متقابل است و در پالی احترام متقابل خود شگوفایی یا خود شگوفایی کردن خود انسان میباشه. نی در کل گفته میتونیم که در مجموع در این پنج نیاز انسان ها اگر اجتماعی بودنش نباشه، یک انسان اجتماعی نباشه، میتونه صدمات زیاد رو برش وارد بسازه. دقیقا، زمانی که اجتماعی نبودیم نمیتونیم بقیه از نیازهای خود هم به دست بیاریم. دقیقا. خوب است در مورد اجتماعی بودن بر ما معلومات بتن، لیکه از کجا آغاز میشه اجتماعی بودن مهدی جان؟ خب خود اجتماعی بودن یک اصطلاحی است که بیشتر روانشناسان، یعنی جامعه شناسان و مردم شناسان استفاده میکنن. و اجتماعی بودن به یک روند گفته میشه که یک شخص در طول حیات خود هنجارها، عرفها، ارزشها، تمدنهایی که در یک جامعه که در او زندگی میکنه را یاد بگیره. به این گفته میتونیم اجتماعی بودن. بسیار خوب. خب چطور بتونیم مهدی جان یک شخص اجتماعی باشیم؟ بسیار از اشخاص هستن اگر مکتب هم میرن یا پنتون هم میرن یا به یک جای کار میکنن ولی نمیتونن که روابط خوب اجتماعی را داشته باشن، حراس میداشته باشن، نمیتونن که در محیط راحت باشن. چطور اجتماعی بودن بیاموزیم؟ خب اجتماعی بودن دو نوع شخصیت داریم، که بیرونگرا و درونگرا. بیشتر اشخاصی که درونگرا هستن اشخاص هستن که زیادتر اجتماعی نیستن. اما اجتماعی بودن بعضا فطرتا یا ذاتا در وجود بعض انسان ها هست. اینی میتونه با دیگرا به صورت بسیار سریع و به شکل بسیار خوبش ارتباط برقرار بکنه. خب ما میتونیم راهکارهای زیاد وجود داره که ما بتونیم یک شخص اجتماعی شیم. مثلا کوشش کنیم هفته یک بار با اشخاص جدید ملاقات داشته باشیم. اما ایرم فراموش نکنیم که ملاقات با اشخاص جدید دوستای قبلی ما رو ما زیاد ببریم. و همچنان کوشش کنیم بیشتر همراه اشخاص ارتباط برقرار کنیم که شخص اجتماعی باشه. هر چقدر شخص اجتماعی تر ما امروش اینی رفت آمد بیشتر داشته باشیم، میتونیم او به ما یک الگو میشه و بیشتر تحت تاثیرش قرار میگیریم. و همچنان ای که حرکات بدن خود را کنترل بکنیم. زمانی که ما در اجتماع وارد میشیم، حرکات بدن ما خیلی مفهومات زیاد را به شخص مقابل ما میرسانه. یعنی باید در یک قسمت حرکات بدن ما خیلی رول اساسی را داره در یک اجتماع که ما زندگی میکنیم. بله واقعا که همونطور است. میگن که دوست انسان هر رقم که باشه با هر رقم اشخاصی که ما سرکار داشته باشیم تبدیل به امور رقم اشخاص میشه، که یکی از موضوعات خیلی مهم هم هست. خب میشه در مورد فواید اجتماعی بودن بر ما بگوین مهدی جان؟ اگر ما یک شخص اجتماعی باشیم با چی مزایای، یعنی چی مزایایی را میتونیم در زندگی خود داشته باشیم؟
خب اجتماعی بودن فایده خیلی زیاد داره. از جمله گفتم میتونیم بر روح، روان و سلامتی ما بسیار مفید است. میتونه که انسان از افسردگی به دور بمانه. انسان هر چقدر اجتماعی تر باشه، اما قدر میتونه که از افسردگی دورتر باشه و همچنان مشکلات یا مریضی های مثل روحی و روانی در امان باشه. و همچنان میتونه رابطه خوب امنای اطرافیان خود برقرار بسازه. و این مشکلات را که مثلا در خود است یا درونگرایی داره میتونه خیلی اینی بر روح و روانش و مغزش آسیب برسانه. هر چقدر ما اجتماعی تر باشیم و اون اندازه میتونه با مغز ما مفیدتر تمام شود. بله. و مشکلات عصبی که قرار است با وجود بیاید در صورت تنهایی میتونه بعد دور بگیره. بله، اگر ما یک شخص اجتماعی نباشیم و نتانیم که به خوبی با دیگرها ارتباط برقرار بکنیم یا در یک محیطی که پر از مردم باشه ما اذیت شویم، با چی مشکلات برمیخوریم؟ خب بسیله جان، یک شخص هر چقدر به اصطلاح منحصر به فرد باشه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ خانوادگی و آسودگی و آرامش، اگر در اجتماع نباشه صدمه‌های زیاد برش وارد میشه. خب انسان موجود اجتماعی است و این را نمیتونیم با انکار بکنیم. بدون شک که انسان به تنهایی خود زندگی کردن نمیتونه. وقتی ما بخوایم نیازهای خود را برآورده بسازیم لازم است که اجتماعی باشیم. بخوایم به اهداف خود برسیم لازم است که اجتماعی باشیم. پس به خاطر رشد، تکامل، پیشرفت و رسیدن به اهداف خود باید است که اجتماعی باشیم. دقیقاً. به نظرت مهدیه جان چقدر خانواده ها تاثیر میتونه داشته باشه و اینکه یک شخص اجتماعی به وجود بیایم یا هم یک شخص غیر اجتماعی؟ خب خانواده رول اساسی را روی یک شخص بازی میکنن. چرا؟ چون که ابتدایی که همراه کسایی که ما سرکار داریم عبارت از خانواده ما میباشن. خانواده هر چقدر اطفال خود سرکوب بکنه، هر چقدر اینی زق بگیرشان، به مو اندازه شخص درونگرایی خود حفظ میکنه. یعنی یک شخص اجتماعی به بار نمیه که میتونه هم به خودش مشکل ساز شوه و هم با آیندهش مشکل ساز شوه. بله واقعا که خانواده ها تاثیر بس از آی خود دارن و همه چیز شخصیت اصلی ما را، ریشه اصلی ما را ما از خانواده های خود میگیریم. پس خوب است که خانواده ها هم به اطفال خود اجازه بدن که دوستایی را داشته باشند در دوران کودکیشان، همچنان بعض از استقلالیت ها را از معاون کودکی بر اطفال بدن تا که زمانی که اطفال کلان میشن بتونن مدیریت بکنن، مسئولیت های خود را بفهمن و همچنان در کنارش یک شخص اجتماعی باشن. خب مهدیه جان، خودت چی نوع یک شخصیت هستی؟ اجتماعی یا هم سه نوع اشخاص ما داریم؟ درونگرا، بیرونگرا، میانگرا. خودت کدوم هستی؟ من میانگرا هستم، نه زیاد دختر اجتماعی هستم و نه زیاد دختر گوشه‌گیر هستم. اینه گفته یکان دو در حد اوسط هست. در حد اوسط هستی. به نظر کدومش بهتر است؟ خب شاید اجتماعی بودن به نظر ما بهترتر است. خب اجتماعی بودن در وجود بعضا ذاتن است، اما بعضا کوشش میکنه که اجتماعی باشه و من جمله اشخاص هستم کوشش میکنم اجتماعی باشم. بسیار خوب، واقعا هر کاری که ما بخوایم و کوشش بکنیم به خاطرش میتونیم به بسیار راحتی برسیم. اگر و هر خصلت باشه هم میتونیم در وجود خود داشته باشیم و هم میتونیم که در وجود خود او عادتها را از بین ببریم. خب به نظر خودت چقدر اشخاص اجتماعی در زندگی خود موفق و راحت تر هستن نسبت به اشخاصی که اجتماعی نیستن یا هم درونگرا هستن؟ خب اشخاص درونگرا کوشش میکنه گوشه گیرتر باشه، اینی با اشخاص زیاد ارتباط برقرار نکنه، با اشخاص زیاد معرفی نشه، ارتباط سالم زیاد نداشته باشه. هر چقدر ما اجتماعی تر باشیم و ما اندازه میتونیم که بیشتر امرای اشخاص جدید آشنایی پیدا کنیم، در قسمت رسیدن به هدف خود رابطه سالم برقرار بسازیم. یعنی در کل یک رابطه اجتماعی داشتن یک راه است به طرف موفقیت. بله، و به نظر خود چقدر مطالعه ما را کمک میکنه به اینکه ذهن ما بازتر شد و بتانیم یک شخص اجتماعی تر باشیم؟ خب ما من حیث یک جوان از اینکه بتانیم در جامعه یک حرف بگفتن داشته باشیم باید است که مطالعه داشته باشیم. مطالعه قدم نخست است. بله واقعا که زمانی که ما مطالعه میکنیم معلومات ما بیشتر میشه، با اشخاص جدید ما آشنا میشیم، در کنارش روش ها و راهکارهای جدید را یاد میگیریم که ما را کمک میکنه به اینکه هم زندگی روزمره خود را خوب پیش ببریم و هم پلان هایی که برای در روز مدت داریم اونو را به صورت درستش تطبیق بکنیم. بسیار تشکر مهدیه جان از اینکه به برنامه ما اومدی. چی پیام داری به دیگه دخترها و بر کسایی که بیننده هستن؟
سلامت باشی. از خودت بسیار جان تشکر. خب یکگانه پیام ما به همقطاران خودم یا دختران که فعلا شاید هم ژورنالیسم بخوانند این است که هیچ وقت تسلیم نشن، تسلیم خواسته های دیگر را به ذوق علاقه خودشان بیشتر از حرفای دیگر راه میاد. دقیقاً دقیقاً، چقدر یک حرف زیبا. بسیار تشکر مهدی جان، همیشه موفق باشی و به تمام آرزوهایت برسی. تشکر بسیار جان. و تشکر از امروی شما هم عزیزان. وقفه میگیریم در این بخش برنامه، برمیگردیم به ادامه صبح و زندگی. با ما همراه باشید.